شماری از فعالین مدنی ولایت هرات در یک گردهمایی حادثه خونین شب سه‌شنبه هرات را محکوم نموده و حکومت مرکزی را به کم توجهی در رفع مشروط امنیتی هرات متهم نمودند. به باور این فعالین مدنی، حادثه تروریستی اخیری که در ولایت هرات حدود 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت، نشان دهنده نبود اراده قوی حکومت در مخار ناامنی ها می باشد. ما فرق مخالف حکومت با کسی که وابسته به حکومت نمیدانیم. امروز ببینیم که افراد کلیدی حکومت ائتلاف ایجاد میکنن و اونا خود از اینا حکومت متهم میسازن برای از اینکه ناکار آمده. ما از اینا سوال میکنیم که شما به حیث افراد کلیدی از حکومت چی تضمین چی کاری کردیم برای شهروندان افغانستان. امروز در پکتیار ببینیم، امروز در کندهار ببینیم، امروز در کابل ببینیم حملات این تاریخ که دشمنای مردم افغانستان، دشمنای بیرونی که امروز از باداران خو همیشه باج گرفتن و مردم افغانستان قربانی میسازن و همیشه اینا رو قربانی ساختن، چرا کسی به مقابل از اینا استاد نمیشه؟ چرا امروز نیروهای حکومتی منسجم نمیشن؟ چرا امروز بین رئیس اجرایی و رئیس جمهور افغانستان اختلافات؟ فقط سر پستا و چوکیا و جار جنجال میکنه، از ما باشه از این باشه، فقط ملت افغانستان اینا فراموش کردن. در هرات مخصوصا ما نیروی امنیتی کم داریم، سیستم استخباراتی درست نداریم، دستای فاسد در ادارات امنیتی هنوز سر کار هستند و این دستها باید قطع شود و کوتاه شود. و آنچه که از همه مهمتر هست، هراتی‌ها را نقش بدن در تامین امنیت هرات. این فعالین مدنی همچنان طی قطعنامه 7 ماده خواهان توجه جدی مقام‌های مرکزی به بهبود وضعیت امنیتی هرات شدند. پایان بخشیدن به فرهنگ مافیات، افزایش نیروهای بیشتر در صفوف پلیس و امنیت ملی، اختصاص بودجه کافی به سیستم استخباراتی و برطرف نمودن ضعف این سیستم، استفاده از افراد مسلکی و با تجربه امنیتی در چارچوب نیروهای امنیتی و مبارزه جدی با فساد در صفوف نیروهای امنیتی از بزرگترین موارد این قطعنامه می باشد. شبکه نهادهای جامعه مدنی هرات کشتار انسانهای بیگناه را یک پدیده زشت، غیر دینی و غیر انسانی دانسته و سیادلانی را که دست به این عمل غیر انسانی میزنند، فریب خوردگان سیاست های شیوم قدرت های منطقه و فرامنطقه میداند که با ارتکاب این جنایت میخواهند صاحب دستاویزی در نزد باداران خون آشام خیش باشند. جامعه مدنی هرات ضمن محکومیت شدید حمله بر نمازگزاران مسجد شریف جوادیه بکرآباد شهر هرات، همدردی خود را با خانواده های قربانیان این فاجعه اعلام نموده. در مجموع ما یک سلسله مشکلات در افغانستان داریم و متاسفانه یک سلسله مشکلات حکومت مرکزی با ولایت هرات داره. یعنی که تحلیل می هست که حکومت مرکزی یا کم لطفی یا کم مهری داره به، یعنی که با دانش هست و آگاه هست بر مسائل هرات که کم لطفی میکنه و کم مهری میکنه، یا اینکه نادان هست، یعنی که هیچ چیزی نمیفهمه که بدانه در هرات چی خبر هست، چگونه باید تامین امنیت بکنه. اداره محلی هرات نیز در پیوند با حادثه خونین اخیر در هرات چنین دیدگاهی دارد. پیشنهادات مشخصی به خاطر تامین امنیت بهتره. اماکن مقدسه، مساجد و تکایا با در نظر تهدیداتی که وجود داره به مقامات مرکزی ارائه شده، ما امیدوار هستیم که این پیشنهادات هم منظور بشه، نیروی بشری مورد نیاز که هست توظیف بشن تا ما بتونید لااقل از نظر فیزیکی حضور بیشتر نیروهای امنیتی در داخل مساجد و اطراف از داشته باشیم. ما اونچه که اهمیت داره این است که نقش مردم میتونه در جلوگیری از بسیاری از حملات حراسف کننده اینچنین موثر و بالا باشه. به همین خاطر هم هست که یک حساب کلان روی همکاری های مردم باز کردیم. از سوی هم شماره کشته شدگان مسجد جوادیه شهر هرات به 35 تن و آمار زخمی شدگان به 67 تن افزایش یافته است. گروه داعش نیز با نشر اعلامیه و عکس دو فرد مهاجم مسئولیت حمله بر مسجد جوادیه را پذیرفته است.